زمانی که شما یک فوتومونتاژ میخواین انجام بدین، یک سری عکس‌های مختلف از جاهای مختلف رو میارید و با هم تلفیق میکنید. این عکس‌ها رنگاشون باید با هم مچ باشه تا مشخص نشه که این عکس از جای دیگه اومده تلفیق شده، خب قراره فوتومونتاژ انجام بشه. تو این ویدیو من بهتون آموزش میدم که چطوری از دستور مچ کالر استفاده بکنید که دوتا عکس‌ها رنگاش رو با هم مچ بکنید. همچنین شما عزیزانی که عکاسی کار میکنید، این ویدیو خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، چون از دستور HDR تونینگ میخوام بهتون بگم که عکستون رو میتونه جذاب بکنه و عکستون رو میتونه اون جوری که خودتون دوست داشته باشین تغییر بدین. و خیلی از تنظیمات باحال داره توی این دستور. برای شما عزیزانی که عکاسی کار میکنین، این ویدیو میتونه به دردتون بخوره. بریم ویدیو رو با هم شروع کنیم. مثل همیشه چند تا عکس وارد نرم افزار کردم، میرم تو قسمت ایمیج ادجاستمنت و این بار میخوام این دوتا گزینه به اضافه این دوتا گزینه رو بهتون بگم. روی شادو هایلایت، این قبلی‌ها رو که توی درس‌های پیشین بهتون گفتم، روی شادو هایلایت کلیک میکنم، قسمت شادو تیرگی و هایلایت روشنی هست. قسمت شادو رو اگر من بخوام کم و زیادش میکنم، این حالت یعنی غلظت رنگ رو، اون تیرگی رنگ رو کم و زیاد میکنه، و قسمت هایلایت رو هم نور رو کم و زیاد میکنه. ببینید تصویر داره تغییر میکنه. این قسمت پایین شو مور آپشن هست، یعنی آپشن های بیشتری رو شما بخواید داشته باشین و تصویرتون بیشتر بخواین روش کار بشه و تغییر بکنه، روی شومور کلیک میکنیم که توی شومور که کلیک بکنم، قسمت شادو گزینه های بیشتری داره، هایلایت هم به همین صورت که ادجاستمنت هم پایین ترین گزینه است. روی شادو شما میتونید تغییرات ایجاد بکنید، مثلا میخواین تیره تر باشه، تونش رو میخواین تیره تر کنین یا روشن تر کنم، چون ردیوسش اینجا میتونین عدد بدین. قسمت هایلایت هم روشناییش رو میخواین کم و زیاد کنید، این قسمت تون رو میخواین تیره تر باشه یا روشن تر باشه، و قسمت ردیوس رو هم به همین صورت. قسمت ادجاستمنت کالر هست، رنگ ها رو شما میتونین اینجا کم و زیاد کنین، به سمت منفی سردتر میشه و به سمت مثبت گرمتر، که من تا آخر میبرمش. و میتون هم باز غلظت رنگ رو میاد برای شما کم و زیاد میکنه، هر چقدر بخواین تغییرات میتونین انجام بدین. این قسمت لود داره و سیو داره. شما قسمت سیو رو مثلا این حالا عکس رو به این صورت شما رنگش رو نورش رو درست کردیم، میریم من پریویو رو میذارم، قبلی این بود و الان این هست، روی سیو کلیک میکنم و شما میتونید اون پریست این رنگ رو مثل گزینه های قبل که توی درس پیشین بهتون گفتم میتونید سیو کنید اینجا، و خودش اینجا پریست رو توی فتوشاپ داده، میتونید یه سیو داشته باشین که من نمیخوام سیوش کنم، کنسل رو میذارم. قسمت لود رو هم روش اگر کلیک بکنین، اون پریست هایی که سیو کردین رو میتونین اینجا داشته باشین و روش کلیک بکنین رو استفاده بکنین ازش. و من اینجا کنسل رو میزنم، میرم تو قسمت ایمیج، دوباره ادجاستمنت، و این بار HDR تونینگ رو باز میکنم. روش که کلیک بکنم، این گزینه HDR برای خیلی از حالا کسانی که کار عکاسی انجام میدن خیلی کاربرد داره، چون خیلی از نورا رو و رنگا رو اینجا میتونن دستکاری کنن و تنظیم بکنن. این قسمت Edge Glow هست، شما همه اینا رو خودتون باید تمرین بکنید که متوجه بشین، و بستگی داره به خلاقیت خودتون، به ایده خودتون که میخواین تصویرتون رو چه مدلی انجام بدین. من حالا برای مثال اینجا میام تغییرات میدم ردیوس اینجا رو تو قسمت گلوش، و قسمت تون اند دیتیلش، این قسمت تون اند دیتیل به خصوص روی چهره خیلی کاربرد داره، حالا من توی عکس بعدی روی چهرم بهتون میگم. این بر حسب گاما تغییر میکنه، و این یکی هم بر حسب اکسپوژر که شما خواهید تیره ترین باشه یا روشن ترین باشه. قسمت دیتیل هم دیتیلش رو میاد یه حالت حالا مه نرم میکنه، و هر چقدر به سمت مثبت بره حالت یک خورده زمخترش میکنه، یعنی یک حالت تیرگی خاصی بهش میده این قسمت. قسمت ادوانس هم شادو هایلایت، شادو گفته بودم تیرگی و تیرگی هست، و هایلایت هم روشناییش هست. وایبرنس هم که جدا توی ادجاستمنت ها بود، میدونین که چه کاری انجام داد، باز تیرگی روشنی انجام میده. ساتوریشن هم روی رنگ ها کار میکنه که هر چقدر به سمت مثبت بشه رنگ ها رو شارپ تر میکنه، و هر چقدر به سمت منفی رنگ ها رو سردتر و به حالت سیاه‌سفید میبره، که ساتوریشن هم توی ایمیج جدا توضیح داده بودم خدمتتون. و این قسمت تونینگ کرو اند هیستوگرام، شما از طریق کرو میتونین کارتون رو، حالا عکستون رو تغییر بدین.
ببینید هر چقدر پایین‌تر میاد تیره تر میشه و هر چقدر بالاتر بره روشن‌تر میشه. از طریق کرم میتونید این کارو انجام بدین. تو قسمت کاستوم شما الان روی کاستوم، یعنی کاری که اینجا انجام دادم به صورت دستی بود، اگر روی دیفالت بزنم همون عکس اولیه برمیگرده، و اگر بخوایم از به صورت پیش‌فرض هر کدوم از اینا رو بخوایم میتونید روش کلیک بکنیم و طرحتون رو اینجا تغییر بدیم. یعنی به صورت پیش‌فرض میتونید خودتون یکی از اینا رو انتخاب بکنین. تو قسمت متد شما میتونین اکسپوژر گاما بر حسب گاما بتونین، یعنی بر حسب اکسپوژر اینجا و بر حسب گاما میتونین تغییر بدین. قسمت هایلایت هم خودش هایلایتش میکنه، اکولایزر هم بر حسب اکولایز هست، و لوکال هم بر حسب لوکال شما میتونین تغییر بدین، که همون گزینه اولی بود که یعنی بیسش همین لوکال بود که اومدیم بهتون توضیح دادم. خب من کنسل رو میزنم که برم روی چهره بهتون توضیح بدم. دوباره من تو قسمت ایمیج، ادجاستمنت و HDR تونینگ رو میزنم. به صورت پیش‌فرض من اگر پریویو رو بزنم خودش اینجوری بهمون داد، میتونیم تغییرات رو انجام بدیم. همونطور که گفتم روی تصویر، روی حالا چهره بخواین انجام بدین، تون اند دیتیل هست. این دیتیل رو که بهتون گفتم صورت رو نرم میکنه. یک مقدار من اگر بیارم این سمت چپ، یکم حالت نرمی و صافی میده به صورت. میبینید حالا من تغییراتی رو این بالا میدم که شما صافی رو هم توی چهره ببینید. قسمت اینجا رو هم یک مقدار میارم جلوتر، خب خوبه. گاما رو هم یک مقدار تغییر میدم به سمت مثبت که تیره تر باشه. اکسپوژر رو هم میبرم به سمت منفی، بازه کم خواهم تیره ترش کنم. قسمت دیتیل رو گفتم هر چقدر به سمت منفی بری نرم‌تر میشه، این صورت خیلی دیگه نرم شد، محو شد و غیر طبیعی شد، و هر چقدر به سمت مثبت ببرین به این حالت جزئیات رو بیشتر نشون میده. دیتیل یعنی جزئیات. هر چقدر به سمت منفی جزئیات رو کمتر نشون میده، یه حالت نرم میده به چهره، که کسانی که میخوام صورت رو صاف کنن میتونن برای روتوش از این گزینه استفاده کنن و از این HDR تونینگ. من یک مقدار میارمش سمت راست، یعنی میخوام طرحمو تغییر بدم، اینطوری میخوام بکنم، میخوام جزئیاتش بیشتر نشون داده باشه. حالا این عکسی رو که من انتخاب کردم خودش ادیت شده هست و روتوش شده، اینجا حالا بخوام صاف بکنم صورتش رو، به خاطر که ادیت شده زیاد تغییراتی روش اعمال نمیشه. قسمت ادوانس هم شادو و هایلایتش، که شادو تیرگی، هایلایت هم روشنایی، وایبرنس رو هم اینجا میتونید تغییر بدین، یعنی رنگش رو بخواید بیشتر بکنین یا رنگش رو کمتر بکنین. قسمت سچوریشن هم من میارم به سمت مثبت که یکم حالا شارپتر بشه، یا سمت منفی به این صورت باشه. حالا من میخوام از حالت شارپی خارجش کنم، بیام نمیخوام سیاه‌سفید باشه، نه اونطور شارپی باشه، اینطوری میخوام باشه، و دیتیلش رو هم میخوام اینجا بیشتر کنم. یک مقدار اینا رو هم من دستکاری کنم که از اون حالت یک مقدار اینجا رو هم یعنی به سمت مثبت میبرم، ردیوس رو هم به همین صورت. ببینید قبلی این شد و الان این، شما میتونید طرحتون رو به صورت حالا یک حالت نقاشی هم در بیاریم با گزینه HRD. ببینید قبلی و این بعدی هست. این قسمت هم که گفتم به صورت کرو، که من خودم زیاد از کرو استفاده نمی کنم چون اسم میکنم به هم میریزه، یعنی خودمون دستی اینجا انجام بدیم کار رو خیلی بهتره. این قسمت پریست آپشن هست، شما میتونید همین چیزی که اینجا انجام دادین سیو بکنید، روی سیو بزنید و توی قسمت HDR پریست فتوشاپ سیو میشه، و اگرم بخواید دوباره اینجا کلیک کنین و لود رو بزنین، چیزایی رو که از قبل سیو کردین یا دانلود کردین اینجا میتونین لود کنین. روی لود که بزنین لود میشه، یا اگر سیوی داشته باشین میتونین روش کلیک بکنین و اینجا دیلیت رو بزنین، که من اوکی رو میزنم، اصلا این عکس رو به عنوان عکسی که حالا تغییر دادم و انتخاب کردم اینجا داشته باشه. تا اینجا ویدیو از دستور HDR بهتون گفتم، که هر کدوم از اون تنظیمات کارهای خاص خودش رو داره و شما باید خودتون تمرین بکنید هر کدوم از اینا رو روی عکستون اعمال بکنید و برسین به اون عکس مورد نظرتون. در ادامه بهتون میگم که چطوری رنگ دوتا عکس رو با هم مچ بکنید، اینکه عکس اولی رو چطوری رنگش رو از عکس دومی بگیرید و با هم مچ بشه. اگر تا اینجا ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید. اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنید. ادامه ویدیو رو ببینید. میرم روی عکس اولی، میرم تو قسمت ایمیج، ادجاستمنت و دیسچوریت رو میزنم، حالا اگه درست تلفظ کرده باشم، کلید میام بر شیفت و کنترل یو هست، روش که کلیک بکنم کلن سیاه و سفید میکنه طرح رو. یه کنترل زد میزنم برمیگردم دوباره تو قسمت ایمیج، ادجاستمنت، و این بار مچ کالر رو میزنم. از مچ کالر هم زیاد استفاده میشه برای کسایی که کار عکاسی انجام میدن. ببینید قبل از اینکه من بخوام تنظیمات این بالا رو بهتون بگم، این قسمت سورس رو میگم. ببینید
ببین من چند تا عکس اینجا باز کردم، من حالا کاری به این ندارم، این رو میخوام کلا نو بزنم ببندم. ما این سه تا عکس رو داریم، چند تا عکس رو شما باید باز کنید بتونید از این گزینه استفاده کنید. توی قسمت ایمیج دوباره ادجاستمنت رو میزنم و عذرخواهی میکنم و مچ کالر رو روش کلیک میکنم. قسمت سورس رو ببینید، اون سه تا عکسی که من اینجا باز کردم هر سه تا رو نشون میده. روی اولی که کلیک بکنم اون همون فلامینگوی که اینجا باز کردم رو نشون میده، روی بعدی رو که بزنم اون حالا دریایی که اینجا بود رو نشون میده و روی بعدی هم که عکس خودش هست. من اگر بخوام رنگ فلامینگو رو روی عکس اصلیم بیارم، یعنی یه کنسل میزنم، رنگ فلامینگو رو میخوام روی این بیارم یا این رنگ اینجا رو میخوام روی این یکی بندازم، توی ادجاستمنت دوباره مچکار رو که بزنم اینجا روی این یکی میتونم کلیک میکنم، رنگ اون اینجا میفته و از این بالا میتونین تغییر بدین. ببینین کلا رنگی رو که شما انداختین روی این تصویر میتونین تغییر بدین. حالا اینجا من فقط یک توضیح کوتاه میخواستم بهتون بدم که روی دوتا عکس بعدی بهتون توضیح میدم. کنسل رو میزنم، میام این قسمت، توی ابزارها میام ابزار اولی رو انتخاب میکنم که Object Selection Tool هست، این رو به این صورت انتخاب میکنم کل فلامینگو رو، بگراندم از حالت قفل خارج میکنم، Shift و Control I رو میزنم که بقیه سلکت بشه، دیلیت رو میزنم، کنترل دی رو میزنم از حالت سلکت خارج بشه. ببینید این فلامینگو رو من میخوام اینجا قرار بدم، یعنی رنگ این قسمت رو میخوام روی فلامینگو بندازم که وقتی فلامینگو رو میارم اینجا قرار بدم دیگه رنگ همین عکسه باشه تقریبا. پس روی فلامینگو اینجا کلیک میکنم، میام تو قسمت ایمیج ادجاستمنت و الان میرم روی مچ کالر کلیک میکنم و از این قسمت سورس روی این حالا عکس دومیه که میخوام این روی فلامینگو اعمال بشه کلیک میکنم، چون میخوام اینجا قرارش بدم دیگه. از این قسمت بالا چون خیلی دیگه رنگش بیروح شد، میتونم قسمت آپشن میتونم رنگ رو جابجا کنم. ببینید به این صورت یک مقدار میارم سمت چپ و کالر اینتنسیتی رو هم یکم تغییر میدم، اصلا میارم سمت راست اینجا بهتره. فید رو اگر بیارم تا آخر میشه رنگ فلامینگوی خودم، پس خیلی زیاد فید رو تغییر میدم که رنگ اینجا باشه. همون روی صفر قرارش میدم، اینجا رو هم یک مقدار اینطوری. خب خوبه. حالا قبل از اینکه من اوکی بزنم سیو استاتستیک رو اینجا میبینید. اگه اینجا سیو استاتستیک رو بزنم شما میتونید این رنگ رو سیو بکنید. کنسل رو میزنم و اوکی رو میزنم. ببینید الان ما رنگی که ما انجام دادیم این شد. میکشم میارمش توی این منظره قرارش میدم که چقدرم بزرگ شد، یک مقدار کوچیک‌ترش میکنم و اینجا قرارش میدم، چون خواستم رنگش با رنگ حالا عکسی که من اینجا دارم یکی باشه، که حالا جدا از این که ما میتونیم یکم اینجا سایه بدیم و زیاد تابلو نباشه که عکس رو کشیدیم آورده، یا آلتو نگه دارم یه دونه کپی دیگه کنارش بگیرم، مثلا یه دونه فلامینگو رو کوچیک‌تر کنم اینجا قرار بدم، یا جفتش رو انتخاب کنم یک مقدار کوچیک‌تر یا اینجا قرار بدم، هر جایی که بخوایم. فقط خواستم اینو بهتون بگم که میتونین رنگ فلامینگو رو هم رنگ حالا این تصویر بکنی. شما میتونید از قبل تصویر رو، طرحش رو، رنگش رو، نورش رو تغییر بدین و بعد روی فلامینگو اعمال بکنید. مثلا من کنترل زد بزنم و حالت قبل برگرده، نذارید به این صورت باشه، من بکشم اینو بیارم اینجا قرارش بدم که دوباره بزرگ شد. ببینید اینجا من قرارش بدم رنگ فلامینگو، خب خیلی تابلو شده از جای آوردم گذاشتم اینجا، ولی این دوتا حالا این یکی رو حذف کنم این یکی کمتر نشون داده میشه و هم رنگ اینجا شده، اما این یکی رنگش همون رنگ خود فلامینگو هست، که این گزینه ادجاستمنت و مچ کالر این کار رو برامون انجام میده که شما هم میتونید لود استاتستیک رو بزنید که از قبل هر چقدر دانلود کردی مثل بقیه گزینه ها، و هم میتونید سیوش بکنید و تنظیمات رو اینجا انجام بدید. این از این قسمت ادجاستمنت ها که دوتا بعدی که ریپلیس کالر و اکولایز هست رو در ویدئوی بعدی خدمتتون توضیح